بینندگان عزیز تلویزیون پرشیانا سلام. با یکی دیگر از برنامه‌های پرشیانا تاک در خدمت شما عزیزان هستیم. هدفمون از تهیه این سلسله برنامه‌ها معرفی هنرمندان و فرهیختگان فارسی زبان هست. به همین منظور امروز در خدمت خانم فروغ بهمنپور، خبرنگار و البته پژوهشگر تاریخ شفاهی موسیقی ایران هستیم. خانم بهمنپور سلام، خیلی خوش آمدید به این برنامه. من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه بینندگانتون در هر کجای جهان که هستن. سپاسگزارم. خواهش میکنم. گفتم که شما پژوهشگر تاریخ شفاهی موسیقی ایران هستید. تاریخ شفاهی موسیقی ایران یعنی چه و چی باعث شد که شما سراغ جمع‌آوری و گردآوری این تاریخ چه بریم؟ من پیگیر یک علاقه شخصی بودم، یک چیزی که در درون خودم بود و گرایشی که به موسیقی ایرانی داشتم از کودکی و پیگیر اون بودم. پیدا کردم تک تک کسانی که هنرمندانی بودن که دنیای من رو ساختن، شادی ها، غم ها، ناکامی ها، پیروزی ها، هر چیزی که توی زندگی میخواستم تو ترانه های اونا پیدا کردم و رفتم اون آدم ها رو پیدا کردم، دونه دونه اون آدم ها رو. و خب اولش هم اصلا قرار نبود که اتفاق خاصی بیفته، فقط اون پرسش هایی که در درون خود من وجود داشت با شنیدن یک ترانه، چیزایی که در ذهن خود من شکل میگرفت، اون پرسش ها رو با این آدم ها مطرح میکردم و بعدها خب هرچی جلوتر میمدیم این داشته ها هی داشت بیشتر و بیشتر میشد و انباشته تر میشد، تا اینکه به فکر این افتادم که خب بیام اینها رو یک تقسیم بندی بکنم و بتونم اینها رو به سمع و نظر بقیه کسانی که مثل من فکر میکردن برسونم. میگم همش یه علاقه بود، چیز خاصی نبود. یعنی شما از اول بیای بگی که من الان میرم با به فرض آقای پرویز یا حقی مصاحبه میکنم، بعد مصاحبه میدم تو روزنامه چاپ میکنم، بعد عکساشون رو نگه میدارم، عکسها رو بعدا نمایشگاه از اون عکسها برگزار میکنم، نه این چیزا نبود. فقط من میرفتم پیش آقای یا حقی، پیش آقای تجویدی، آقای کسایی، خانم دلکش، آقای خرم و کسان دیگه ای که به نظر خود من مؤلف و جریان ساز بودن توی موسیقی ایرانی، با اونا صحبت میکردم. بعد این رابطه انقدر رابطه صمیمی و دوستانه میشد که دیگه تو محافل اونها حضور میتونستم داشته باشم، اجازه داشتم که کنارشون باشم و خب خوشبختانه این عشق به یک مسیر سبز هدایت شد، یک سرانجام خوبی داشت و خب این نگاه هم مرهون خود تک تک اون بزرگان هستن. بله، بسیار عالی. توی گفتگوها و برخوردهایی که داشتید با هنرمندان عرصه موسیقی ایران از نسل‌های شاید متفاوت و سنین مختلف، چه چیزی میتونید امروز بگید بعد از 22 سال کار یاد گرفتید و در واقع به کوله بار شما اضافه شد؟ ببینید، من سال 1351 به دنیا آمدم، یعنی درست 6-7 سال قبل از انقلاب. بنابراین من علاقه ای که داشتم هنرمندانی بودن که قبل از انقلاب ترانه و تصنیف و ساز و آوازشون از رادیو به گوش مردم میرسید. بعد که من اومدم تا پی رشد پیدا کردم، تا مدرسه رفتم، تا مثلا اینها حدود 17-18 سالم اینور از بین رفت. بنابراین من با یک سری هنرمندانی ارتباط داشتم که بعد از انقلاب خونه نشین بودن، یعنی آدمایی بودن که از کار منع شده بودن، هیچ کدومشون اجازه حضور در عرصه موسیقی رو نداشتن. آدمهای طبیعتاً دلخوری بودن، آدمهای غمگینی بودن، خیلی هاشون گوشه نشین بودن. اونایی که به هر حال انقلاب زودتر از هر چیزی تکلیفش رو با هنر به ویژه با موسیقی تعیین کرد، اومد گفتش که ما این خط قرمزها رو داریم، مرز ما اینجاست، هر کس که میتونه همسو و هماهنگ با اهداف ما کار بکنه بمونه، هر کسی نمیتونه بره. حالا اونایی که رفتن، یه سری رفتن خارج از کشور ساکن شدن، یه سری هم موندن توی خونه هاشون. حالا به هر دلیلی که بعدن من تک تک دلایلی که این آدم ها نرفتن و اونهایی که رفتن رو باهاشون صحبت کردم و میدونم دلیل واقعیش چیه. بنابراین آدم هایی که من باشون مصاحبه میکردم و میرفتم پیششون، یک جوری یک بی‌اعتمادی به نسل من داشتن، یک جوری دلخوری، نمیدونم یه اسمی نمیشه براش گذاشت، ولی وقتی که عشق من رو به این کار میدیدن،
اون آدم های باهوشی بودن، آدم های عاطفی و با احساسی بودن. وقتی که می دیدن یک کسی عاشقانه پیگیرشون هستش و مراقبشونه، یعنی نه اینکه مثلا من برم مراقبت ازشون بکنم، مراقب حالشون بودن. اگر یک اتفاقی برای یک استادی می افتاد توی اون سالهایی که من کار میکردم، من میمدم یک گزارش مفصل از اینکه اصلا این آدم کی هستش، الان کجاست، شرایطش چیه و چه حالی داره، این رو مکتوب میکردم و تو روزنامه ها چاپ میکردم. که حالا اون روزنامه خودش یه دردسر بود که واقعا خب اون دوره هیچ کسی اینا رو نمیشناخت، یادشون رفته بود. کسانی که سردبیرا و روز به اصطلاح مدیرای ما بودن نمیدونستن که اینا کی هستن. و جریان برمیگرده به سالهای 70-72. حالا یه سوالی برام پیش میاد، وقتی که شما با این همه تلاش و درد سر به یه نوعی این کارو میکردید و در واقع نمیذاشتید این هنرمندها فراموش بشن به کل، مردم چطور برخورد میکردن؟ مردم آیا این هنرمندها رو فراموش میکنن کرده بودن یا چطور بود اوضاع مردم؟ نه، مردم اون سالها فراموش نکرده بودن. من یادم هر وقت که مصاحبه از من با این استادا پخش میشد، منتشر میشد، بیشترین تماس رو روزنامه داشت که آقای مثلا نواب صفا کجاست، آقای تجویدی چی کار میکنه، آقای معینی که امانشاهی الان چه شرایطی داره. خیلی دوستان خیلی زیادی من از نقاط مختلف دنیا پیدا کردم. یادم نمیره که یک بار یک ویژه‌نامه رو برای محمودی خونسری من منتشر کردم که توی اون ویژه‌نامه با خیلی ها مصاحبه کردم. اسدالله ملک، آقای معینی کرمانشاهی که موقع شباهنگ رو ایشون شعرش رو گفته بود، اینها. بعد من دو سه تا از دوستانی که الان بیش از 20 سال سابقه دوستی با اونا دارم بعد از چاپ اون توی امریکا پیدا کردم. یعنی توی امریکا این نشریه رفته بود و مثلا دوست من که یه آقای دکتری هستش یا یه وکیلی هستش برای من نامه نوشتن که مثلا چقدر خوشحال شدن که کسی به یاد محمودی خونسری بوده. این سوالی که شما کردین که چی من نتیجه گرفتم، من واقعا اون توضیح که قبلش دادم در ارتباط با همین بود. شما وقتی که کاری رو با عشق انجام بدی نتیجه اون کاریتو میبینی. ببینید اون آقای تجویدی، نمیدونم همشون، همه اونایی که من از نزدیک دیدمشون یا اونهایی رو که ندیدم با خانواده هاشون و شاگردانشون صحبت کردم، اونا آدمایی بودن که موسیقی براشون همه زندگی بود. یعنی الان متاسفانه یه شکل دیگه پیدا کرده جریان موسیقی ما. یعنی الان دیگه شده مثلا کنسرت و پشت هم کنسرت گذاشتن و قرارداد نوشتن و حساب کتاب کردن و چرت که انداختن، در حالی که قدیما خب اینطوری نبود. حالا من یه مثالی رو، یه خاطره رو براتون میگم، امیدوارم که دوستانی که این خاطره رو میشنون خود دقت بکنن. ببینید آقای ابوالحسن صبا شاید تاثیرگذارترین و مهمترین موسیقیدان 100 سال اخیر باشه. دلایل مختلفی هم داره. مهمترین دلیلش این که صبا هم مؤلف بود، یعنی یک جریان رو توی موسیقی ایران ایجاد کرد، هم معلم بود. تمام شاگردانی که مکتب صبا رو درک کردن همشون مهمترین موسیقیدانای ما هستن. توی سنتور فرامرز پایور، نفر اول شاخص، محمد حیدری، آهنگسازی آقای تجویدی، ویولون آقای پرویز یاحقی، آقای رحمت الله بدیعی، حسین خواجه امیری که به استاد ایرج معرفه، تمام کسانی که شاگرد استاد صبا بودن هر کدومشون یک آدم بزرگن. این همیشه برای من سوال بود که چطور میشه یک معلم توی مثلا سازسازی ابراهیم قنبری مهر که دیگه شهرت جهانی دارن ایشون، که سازهای دست یهودی مینوهین و اویسراخ و اینا از ساختهای دست استاد قنبری بوده. بعد وقتی که من پیگیری کردم، این سوال همیشه تو ذهنم بود، از آقای هماین خرم این سوالی کردم. گفتم استاد خرم چه ویژگی توی کلاس صبا بود که شما همتون موفق شدین؟ گفتن که استاد شبی که قرار بود من برم خدمتشون صبحش، یا مثلا آقای تجویدی یا مثلا کسی دیگه، میشستن اون درس رو بنا به هوش و استعداد و دانش و توانایی تک تک ما جدا جدا مینوشتن. یعنی مثلا الان نبود که یک کتاب چاپ بشه، دستور سنتور، همه برن از اون کتاب یاد بگیرن. استاد میدونستن که مثلا ابراهیم قنبری مهر رو چطوری باید باش کار بکنن، یا آقای حسن کسایی رو چطوری.
اینقدر این آدم عاشق کارش بوده، همسرشون خانم منتخب سبا به من میگفتن که شبها سبا بیدار بود و داشت دائم مینوشت این برای مثلا شاگردم خانم فلانی، این برای شاگردم آقای فلانی. ببینید چقدر یک آدم باید عاشق باشه. حالا مثلا این عشق شما توی این روزا واقعا فکر میکنی افسانه است. من کلاسای موسیقی رو میرم، البته خب تلاشای زیادی هم معلم ها میکنن، ولی خب بازم همونه که شما مثلا این ترم هنوز پولتو ندادی، شما دادی، شما مثلا این کتابو برو بزن خودت تمرین کن، این واکمنتو روشن کن. الانم که دیگه به مدد سیستمای صوتی یاد گرفتن خیلی راحت تر از قدیم شده. من میخوام بهتون بگم یک عشق از خودگذشتگی تو نسل قدیم بود که این تا پای گورم همراه اینا بود. من تک تک این آدمهایی رو که میدیدم و میرفتم خدمتشون رو میومدم، من یک جور شیدایی و شیفتگی تا آخرین لحظه تو وجود اینا میدیدم. یه چیز دیگه ای هم که خیلی دلم میخواد اینجا مطرح بشه اینه که ما خیال میکنیم که حسن کسایی رو از موسیقی کنار گذاشتیم. ما خودمون رو محروم کردیم از وجود اون آدم. اون آدم، خود ایشون، خود استاد به من گفتن، هیچ وقت یادم نمیره توی خونهشون، توی اون اتاق خیلی باصفایی که داشتن، روی اون مبلی که همیشه میشستن به من گفتن که یه مبل صورتی کهنه قشنگی بود، به من میگفتن که من بهترین ساعت‌های عمرم بعد از این بود که دیگه از رادیو و تلویزیون منع شدم، چون دیگه خلوت خودم رو داشتم و موسیقی ایرانی موسیقی حال، موسیقی خلوته. من یه شانس دیگه هم توی زندگیم داشتم، این بود که این اجازه رو داشتم که برم پیش این استادا. یعنی شما فکر کنید مثلا آقای پرویز یا حقی وقتی که تو خونه خودش با حال قشنگ خودش ساز میزنه فرق میکنه با اینکه شما ساز آقای یاحقی رو توی سی دی گوش بدین که حالا مثلا استاد مجبور بوده که از خونش بیاد بیرون، حالا ترافیک تهران و اون موقع رو تحمل بکنه، بره مثلا تلویزیون، بره رادیو یه قطعه رو ضبط بکنه. یعنی این همه احساس مثلا شاید این وسط از بین میرفته. من سازایی که شنیدم که شاید برای خیلی حسرتش بوده باشه و فکر میکنم اینجا زمانهایی بودی که خدا من مزد زحمتهای من رو به من میداد. من خیلی خوشحالم از این سری که توی زندگیم طی کردم. بسیار عالی. تو حرفاتون یک در واقع چیزی رو من احساس کردم که شاید شما به موسیقی فعلی ایران، اگه بتونیم بگیم موسیقی مدرن ایران، کمی انتقاد دارید و در واقع خب تو صحبتاتون هم اشاره کردید که به دلیل حالا انقلاب و اتفاقاتی که در تاریخمون داشتیم یک تعداد زیادی از این هنرمندان کنار گذاشتن و به حاشیه رونده شدن. فکر نمی‌کنید شاید به حاشیه روندن استادان این چنینی و قطع ارتباط نسل‌ها با همدیگه در زمینه هنر موسیقی حالا بالاخص باعث شد که ما یک جورهایی از اون استانداردها و در واقع ویژگی‌های اصیل موسیقی خودمون دور بیفتیم و امروز وضع موسیقیمون، احساس می‌کنم که شما بهش انتقاد دارید، اینطور بشه؟ حتما همینطوره. البته بخشش اینه، یه بخش دیگه‌ش هم شما به این توجه داشته باشین، انسان معاصر دیگه انسان دوره سبا نیست، آرزوهاش آرزوهای دیگه است، عشق یک معنای دیگه واسه اون آدم داره، نفرت، انتقام، همه واژه‌ها واژه‌هایی نیستش که در دوره برنامه گل‌ها مردم باهاش زندگی می‌کردن. ببینید الان مثلا من ترانه‌هایی رو گوش میدم، بعضی وقتا کنسرت‌های دعوت میشم که حالا به احترام کسی که منو دعوت کرده میرم، ولی واقعا شکنجه میشم. چون ببینید من مثلا وقتی که یک ترانه‌ای رو از استاد تجویدی گوش میدم که جای آن دارد که چندی همراه صحرا بگیرم، ببینید یه آدمی که عاشق بوده وقتی که دلش میشکنه میره توی صحرا، سنگ خارا، بیابون رو مثلا گواه خودش میگیره، درد دل میکنه. ولی مثلا کنسرت های من رفتم که فوش میده آدم به کسی که ناراحتش کرده یا به عشقش خیانت کرده. خب این آدم معاصر واقعا همینه، موسیقی هم که گوش میده همینه، لباسی هم که میپوشه همینه. نمیشه توقع داشت، من نمیتونم ارتباط بگیرم با این سبک موسیقی. ضمن این که باز یه وقتای هنرمندایی رو حالا تو جمعایی، تو مهمونی ها، محافل، جاهایی میبینم که دنیاشون متفاوته، یعنی فقط بیشتر کار اجرایی میکنن تا اینکه بخوان کار خلاقانه بکنن. بعد یک جور
تلفیق های عجیب غریب، یک بدعت های مثلا بدون اصول، اینا رو من میبینم واقعا نمیتونم ارتباط بدم. به خود هنرمندای الانم نمیتونم، ببخشید. نمیتونم ارتباط بگیرم. یعنی فکر میکنید خب در موسیقیدان های ما و خواننده ها و ترانه سراها همون راه قدیمی ها رو باید طی بکنن تا در واقع فاخر و فرهیخته باشند، یا نه شما نمیفهمم دقیقا؟ نه، برای اینکه اگر کسی بخواد مثل استاد صبا معلم باشه که اصلا امکان پذیر نیست، چون الان اون معلم کرایه خونه داره، ترافیک تهران رو داره، بچهش دانشگاه میخواد بره، یعنی اصلا وقت این کار نمیکنه که برای هر ترمی که مثلا چند تا دانشجو داره بخواد این کارا رو بکنه. نه اینم نیستش. اصلا من بهتون میگم یه چیزی هم، من واقعا حالا شاید تند برم این قضیه رو، من فهمیدم که دیگه انسان معاصر، آدمی که الان داره زندگی میکنه، نیاز زیاد به موسیقی فاخر نداره. موسیقی براش یک مصرف و یک تنوعه. اون که مثلا شما بری مثلا ساز حبیب الله بدیعی با صدای کوروس سرهنگزاده مثلا شما رو ببره توی عالم دیگه، بعد مثلا اون معنای کلمه ببینید، یا مثلا وقتی که حالا حرف رو میاره، وقتی که مثلا من یک غزل سعدی رو از زبان محمودی خونساری میشنوم توی برنامه گل ها، من فکر میکنم خود سعدیه، چون انقدر قشنگ این کلام رو ادا میکنه. وقتی که میگه سوختم در یک مثلا غزل سعدی، کلمه سوختن رو این میگه، شما احساس میکنی این آدم تمام وجودش داره میسوزه. دیگه شما از هنرمنده الان نمیتونه توقع داشته باشه اینجوری باشه. آدم الان آدم قدیم نیست. یعنی شما میخواییم بگیم که هنرمندها، یه بخشی از هنرمندهای فعلی ما، اخلاق حرفه‌ای لازم رو ندارن نسبت به قدیمی ها؟ قاطعانه میگم نداره. درست. شما خب خیلی تحقیق کردید رو زندگی هنرمندها، عکس تهیه کردید، آرشیوهای صوتی و تصویری تهیه کردید و گزارش نوشتید. خیلی از این هنرمندها اشاره کردید اول مصاحبه هم که به دلیل انقلاب کنار گذاشته شدن و دچار مشکلاتی شدن. اینو بیشتر میتونید توضیح بدید؟ ببینید وقتی که انقلاب شد اتفاقات خیلی عجیب غریبی، یعنی سرنوشت‌های عجیب غریبی توی چیز من دیدم، یعنی از این آدم‌ها. من یه مثال بهتون بزنم. استاد بنان یک هنرمندی بود که در جایگاه والایی که توی موسیقی دارن، هنر فاخرشون، شخصیت فرهنگیشون هیچ جای بحث نیست. یعنی موسیقی پاپ، جاز، هر کسی شما بگی بنان، احترام به این آدم میذاره، چون به هر حال جایگاهش مشخصه. به لحاظ خانوادگی هم ایشون از خانواده، یعنی شاهزاده بودن و از خانواده خیلی سطح بالایی بودن. همسر استاد بنان که از صمیمیترین دوستان من هستن، پری خانم، جاشون خیلی خالیه توی این سفر، برای من تعریف کردن، گفتن که رسم خاندان بنان این بود که وقتی میمیرن مسجد فخرالدوله براشون مراسم بگیرن، یه مسجد آبرومند توی تهران. گفت وقتی که ما رفتیم به ما اجازه ندادن که برای بنان مجلس ترحیم گرفته شه. گفت چند تا مسجد دیگه رفتیم، گفتن که نخیرشون چون خواننده بوده ما اجازه نداریم، ما اصلا دستور داریم که برای هنرمندا مراسم. بعد این مراسم تو خونش برگزار شد. همین اتفاق واسه استاد قوامی افتاد، محمودی خونساری، نمیدونم کسانی دیگه. با احترام با اینها، حتی با پیکر اینها برخورد نشد توی این سالها، ولی با تغییر مثلا مدیریت و اون فروکش شدن اون هیجان‌های انقلابی توی مدیرای ما، همون سیستمی که به جسد اینها هم احترام نمیگذاشت، توی تالار وحدت با شکوه ترین بزرگداشت رو برای اینا برگزار کرد. یا اتفاقات خیلی دردناکی افتاد، مثلا حالا اینا تو کتابام نوشته شده، خاطراتم هستش، که استاد عبادی توی خیابون داشته راه میرفته، بعد توی میدون تجریش نزدیک خونش، اون موقع میگفتن کمیته ایشونو میگیره، بعد میبینه ساز دستش، ایشونو مثلا میبره، چقدر بهش بی احترامی میکنه، که بعد استاد میاد خونه مریض میشه. یا آقای امیر ناصر افتتاح که میبرنشون، آقای کیایی تو خاطراتشون نوشتن، چاپ شده، که کمیته ایشونو میبره، بهش میگه که اگر یک بار دیگه توی ماشین تو که داری توی خیابونای تهران تردد میکنیم ما تنبک ببینیم، دست تو رو میشکنیم. و استاد میگه که خب پس من چیکار کنم؟ گفتن که برو دنبال یه کار آبرومند. و آقای امیر ناصر افتتاح میان خونه و همون شب از دنیا میرن.
یا محمودی خونسالی که همه میدونن برای چه اتفاقیشون در سن مثلا 50 سالگی سکته کردن، فوت کردن، اتفاقات خوبی نیفتاد. ولی توی این میان که هنرمندا اینقدر بهشون ظلم شد، یه سری آدم‌هایی بودن که اومدن دور اینها رو گرفتن. من خودم شخصا کنسرت‌های غیر رسمی زیاد تو تهران رفتم. هیچکس باورش نمیشه. خانم دلکش توی باغی توی کرج که خدا رحمتشون کنه، انقدر این آدم نازنین بودن. آقای هوشنگ بصیری یه آدم ثروتمندی بود، خیلی پولدار بود، خیلی آدم با عشقی بود، خیلی آدم دوست داشتنی بود. باغش رو در اختیار هنرمندا میذاشت و هنرمندا میرفتن اونجا. آقای مثلا فریدون مشیری شعر میخوند، خانم دلکش آواز میخوند، خانم سیما بینا، یعنی تمام کسانی که منع شده بودن، نعمت الله آقاسی، نمیدونم. بله حالا ببخشید. اینا میمدن و اونا حمایت مالی و مادی و معنوی از اینها میکرد. به نظر من اینها هنرمندا رو نگه داشتن. یک سوال خیلی ویژه دارم اتفاقا برای همین توضیحاتی که دارید میگید. وضعیت زنان چطور بود؟ آیا بدتر از مردها؟ مردهای هنرمندمون بوتون برهه زمانی خاص. من اگه یه چیزی بگم شاید خانمای هنرمند بهشون بر بخوره، ولی واقعا نه، زنها بدتر نبودن. چون زنها یک همسری داشتن که اینها رو حمایت بکنه، ازدواج کرده بودن. اینها یک کس، ببین شما تمام درآمد مثلا یک خانومی مثل خانم پوران یا خانم هایده یا هر کسی دیگه از موسیقی بوده. حالا ایشون من شده. خب اون زن یه حتما حمایت یه مردی باهاش بود، یا یعنی که خودش مثلا رفت گلیم خودش رو از آب کشید بیرون. ولی مثلا یه کسی مثل محمود خونساری کی میمد خرج اینو بهش بده؟ یا آقای پرویز یا حقی؟ تمام منابع درآمدش از دست داده، دیگه اجازه نداره، اصلا ممنون خروج از کشور نمیتونه بره بیرون. خب کسی واقعا فکر کرد که آقای یاحقی چی کشید توی این سالها؟ ببینید خونهش من زیاد میرفتم، دوستای محدودی داشت، 5-6 نفر بیشتر نبودن. یه اتاقی داشت آقای یاحقی که توی اون اتاق زیاد بیشتر تمرکزش توی اون اتاقش بود. پیانوش بود، ویولونش بود، یه آرشیوی داشت که حالا خیلی آرشیوش جالبه بدونید راجبش. انقدر تو تنهایی خودش دور این اتاق راه رفته بود که این فرش ساییده شده بود. شما قشنگ مدار رفت آمد استاد رو روی فرش میتونستی ببینی. و من مثلا خب خیلی با دقت بودم، من سریع فهمیدم که این آدم خیلی توی خونش راه میره. خب آدم تنهایی بود دیگه. بعد حالا یه نکته جالبی که بهتون بگم، ببینید بعد از این که این اتفاقات افتاد که این سازها حمل و نقلش ممنوع شد و نوازندگی و حضور این هنرمندا در اجتماع ممنوع شد، خب خیلی اینا سرخورده شدن. یه یکی دو سالی اصلا مونده بودن که باید چی کار بکنن، که تو خونه خودش بود و حتی میترسیدن که از اون فضای خانواده خودشون بیان بیرون. این وسط آقای دکتر صادق طباطبایی یادشون گرامی، من کار به گرایش سیاسیش ندارم ولی برای موسیقی خیلی آدم مفیدی بود، تونست از رانت ها و ارتباطاتی که داره به نفع جریان موسیقی استفاده کنه. یک سیستمای صوتی رو از آلمان وارد ایران کرد، یک بخشش رو تو خونه خودش گذاشت، یک بخش هم خونه آقای پرویز یاحقی. اون موقع مثلا الان نبود که شما بتونی مثلا با یه موبایل همه صداها رو ضبط بکنین، نه، دستگاه خودش رو میطلبید. و همین باعث شد که آقای پرویز یاحقی تا روز آخرین روز عمر خودش تو اون خونه ضبط میکرد، ساز میزد، بعد آقای فرهنگ شریف میمد، آقای جلیل شهناز میمد و اینها میرفتن تو خلوت خودشون برنامهشون رو ضبط میکردن. حدود بیشتر از 300 ساعت نوار پالایش شده، ادیت شده از نوازندگی تمام این آقای فضل الله توکل، نمیدونم، همه اینا تو خونه آقای یاحقی بود که متاسفانه با مرگ دردناکی که آقای یاحقی داشتن و آرشیو از بین رفت و نمیدونیم الان دست کی هستش. یا مثلا توی خونه خانم سبا یک آرشیوی رو من دیده بودم که خب خود آقای خرم، خدا رحمتشون کنه، ایشون هم در جریان بودن، چون ما با همدیگه چند بار اون منزل رفته بودیم توی خیابون بهار. ساعتهایی بود که آقای سبا تو منزل خودشون باز توجه با حمایت از باز یک اشخاصی که اصلا کار رادیو و تلویزیون کار ندارن، آدم های پولداری که برای دل خودشون این کار میکنن، یه آقایی بودن به اسم آقای مهران که ایشون هم از رجال دوره قاجار بودن، خیلی سال فوت کردن. آقای سبا اومده بودن با شاگردان خودشون، با استاد پایور، با آقای رحمت الله بدیعی، با آقای بهالو،
ساز زده بودم، بعد این 100 ساعت کار منتشر نشده از استاد سبا اصلا میتونست تاریخ موسیقی ما رو عوض کنه اون آرشیو. دوره که ایشون خانم سبا با من در ارتباط بودن و از من میخواستن که من بتونم یک رابطه با وزیر ارشاد ایجاد بکنم که ایشون بتونن این رو به وزارت خونه بفروشن، چون نگهداریش برای خانم سبای در سن 90 سالگی سخت بود. ما خیلی تلاش کردیم ولی متاسفانه ارگانهایی که مربوط به موسیقی هستن انگار که کارهای دیگه ای رو پیگیری میکنن، دغدغه‌شون چیزهای دیگه است و اصلا توجه نکردن. این اتفاق دوره آقای مهاجرانی افتاد و روزی که خانم سبا رفتن از خونهشون بیرون که برن خرید بکنن، یه ماشین بهشون زده از دنیا رفتن. و ما فردای اون روز که رفتیم برای عرض تسلیت پیش خانم رکسان و دخترشون، اون آرشیو دیگه اونجا نبود که من اونجا گریه آقای پایبر رو دیدم. من اشک ریختن آقای پایبر رو دیدم و همون موقع هم گزارشش رو نوشتم، تو روزنامه هم هستش که استاد پایبر گریه کردن که همه عمر فکر نمی کردن که یه همچین ضرری رو بکنن. تمام اتفاقاتی که تو عمرم افتاد، یک طرف درد این آرشیف که الان نمی دونم دسته که، یک طرف اتفاقات خیلی عجیب غریب از این دست من زیاد درسته تجربه کردم. بله، خب خیلی دردناک هستش که در واقع این میراث هنری یه بخش بزرگش از بین رفته و یا ناشناس مونده. به زودی در پاریس در ماه ژانویه سال میلادی 2018 اولین فستیوال فارسی زبانان اروپا برگزار میشه و شما هم یکی از افرادی هستید که در این فستیوال شرکت خواهید کرد و نمایشگاه برگزار خواهید کرد. میشه راجع به این موضوع بیشتر توضیح بدید؟ ببین، من وقتی که میرفتم خونه هنرمندا، خب یه دختر 16-17 ساله بودم، با کیف و کفش مدرسه هم میرفتم. یعنی انقدر علاقمند بودم که مثلا از همون بچگی کارم شروع کردم. مثلا فکر نمی کردم یه روزی که من میرم از خونه آقای تجویدی مثلا عکس ایشون یا سبا یا اینا رو میگیرم. موقع هم کامپیوتر اسکنر نبود دیگه، بعد بود دوربین. فیلم 12 تایی 24 تایی میخریدی، با دوربین عکس مینداختی، بعد فیلماتو میبردی چاپ میکردی تا مثلا یه عکس بیکیفیت بتونی از توش در بیاری. مثلا فکر نمیکردم که این آرشیو یه همچین سرنوشتی رو پیدا کنه. الان خیلی خوشحالم که غیر از من، کسانی که هر کجای دنیا هستن میتونن این عکس رو از نزدیک ببینن و این آرشیو رو ببینن. من واقعا خوشحالم این اتفاق میفته. همین 19 اکتبر من وین دعوت دارم که با حمایت انجمن موسیقی قرار هستش که این عکس‌ها در شهر وین دیده بشه. برای من همین چند وقت پیش بازی اتفاق خیلی خوب افتاد. تمام استان‌ها، مراکز استان‌ها توی ایران همزمان 70 قطعه از عکس‌ها رو نمایش دادن و خیلی جالب بود که مثلا توی زابل یا بندرعباس یا ارومیه، اردبیل، تمام اینها عکسای من رو دیدن. من فکر میکنم که باز این همون عشقیه که به مسیر واقعی خودش هدایت شده و داره کار خودش رو میکنه. به هر حال من هر جا که فکر کنم که حضور خودم یا این مجموعه مفید هستش، قطعا خوشحال میشم و میام. خیلی ممنون خانم بهمنپور از اینکه در این مصاحبه شرکت کردید. از حرفهای شیرین شما خیلی لذت بردیم و بسیار خوشحالیم که در واقع نمایشگاه شما در طول فستیوال فارسی زبانان پاریس هم برگزار میشه. منم خیلی ممنونم از شما همکارانتون که این گفتگو رو شکل دادین. امیدوارم که از حرفهای ما بالاخره یه چیزی واسه مردم برسه بهش. خیلی متشکرم. بینندگان عزیز برنامه پرشیان و تاک، با یکی دیگر از این برنامه ها در خدمت شما عزیزان بودیم. مهمان ما این بار خانم فروغ بهمنپور، خبرنگار و تاریخنگار شفاهی موسیقی ایران بودند. ایشون البته در طول فستیوال فارسی زبانان اروپا که در ماه ژانویه آینده برگزار میشه هم شرکت خواهند داشت. امیدوارم که این برنامه رضایت خاطر شما بینندگان عزیز رو فراهم کرده باشه. تا برنامه بعدی پرشیان و تاک، روز و روزگار بر شما خوش.